هم دولت دغدغه ساخت مسکن برای به خصوص اقشار محروم رو داشتن که بر اساس برنامه ریزی که در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت، ما بنا داریم که ظرف 4 سال به حول قوه الهی 4 میلیون مسکن رو حتما تعمیر بدیم. برای این کار برنامه ریزی کردیم، گزارشات بسیار مفصلی خدمت آقای رئیس جمهور و اعضای شورای عالی مسکن داده شد. برای اینکه این امر تحقق پیدا بکنه، ما تصمیم اون است که در فاز اول 2 میلیون واحد مسکونی رو در کشور شروع کنیم و 2 میلیون بعدی بلافاصله که اینها در واقع شروع شد بعد در واقع در حال احداث داشته باشه. بنابراین تا امروزی که ما خدمت شما هستیم، علارغمی که حدود 50 روز تقریبا از قانون جهش تولید مسکن گذشته و ما با چند ماه طول میکشید که زیر ساخته ها، سایت های در واقع ثبت نام، بحث های زمین اینا در انجام میشد، اما ما همکاران خوب خودم در وزارت راه و شهرسازی با اقدام در واقع واقعا جهادی، امروز ما حدود 700 هزار واحد مسکون در سطح کشور شروع کردیم. 2,400,000 واحد مسکونی رو زمینش مهیا کردیم و به همکاران خودم در استان، مدیران کل راه و شهرسازی، استانداران محترم خواهش کردیم که در این جلسه در واقع به صورت آنلاین حضور داشتن، این بود که ما اولا باید تا پایان سال تکلیف 4 میلیون در واقع بحث زمینشون رو حل بکنیم که حتما این کارو خواهیم کرد برای 4 سال آینده. همین که در فاز اول 2 میلیون واحد مسکونی رو در سطح کشور شروع بکنیم، سهم استانها، شهرستانها جز به جز در واقع تعیین شده، به استاندارا و فرمانداران کشور ابلاغ شده که در هر استان، در هر شهرستان سهمشون در این 2 میلیون واحد اولی چقدر هست و باید در واقع این رو شروع کنن. خب ما انشالله با قول قوه الهی، با تفاهماتی که امروز امضا شد و قبلا هم تفاهمات دیگری داشتیم و همینطور با بخش‌های خصوصی کشور مذاکراتی در این خصوص داشتیم و حتی توافقاتی در این خصوص داشتیم، انشالله ایران به زودی به یک کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل خواهد شد.